ولی یه تفاوت های کوچیکی دارن به هر حال و وردنو بعضی مواقع میشنوید خب حتی اگه خودتون به کار نبرید حداقل میشنوید که دیگران به کار میبرن فرقشون اینه وقتی شما وردن رو به کار میبرید یه قصدی دارید یه قصد خب یه قصد دارید پس وردن ابزیشت بهش میگن ابزیشت ابزیشت میت سی ها هست ابزیشت بهش میگن یعنی قصد ابزیشت این در سکونفت قصدی در آینده دارید این در سکونفت چرا شد در سکونفت چون دی سکونفت هست یعنی آینده دی سکونفت بعد از این که بیاد میشه این در سکونفت خب یه قصدی رو در آینده دارید یا یه نه تنها یه قصد یه فرموتونگ فرم... فرموتونگ یه گمان یه زن یه گمان زن و گمان دارید خب معمولا میشنوید مثلا ایش فرموته ایش مثلا که فلانی فردا بیاد ایش فرموته یعنی فکر میکنم گمان میکنم فرموتن فرموتن یعنی گمان کردن قصد زن داشتن خب به جای فرم... ایش فرموته بگید ایش دنکه فکر می کنم یا بگید ایش گلاوبه بازم فکر میکنم خب بنابراین ایش فرموته ممکنه بشنوید سن فرموتون یعنی یه زن و گمان هست یه قصد هست در آینده یه فرموتون یه هفنون،, هفنون یه امید هست در آینده خب بنابراین تفاوتش با حال ساده که یه صد درصدیه صد درصدیه این صد درصد نیست ممکنه مثلا ده تا نوه درصد یک تا نوه درصد باشه یه قصده یه هفتونگه یه فرموتون یه فرموتون یه ف... مثال میزنم خدمتون پس حال حال ساده یا پرزنس یا گیگنوارد صد درصده مثلا یه کاری رو یه ترمین رو مثلا انجام دادید با یه نفر با دکتر دیروز زنگ زدید ت... ترمین گرفتید وقت ملاقات گرفتید واسه دکتر و این دیگه صد درصد شده بنابراین میگید ایشکی مورگن ایشکی مورگن سوم آرت سوم ارد St عرض اینجوری میکنین اسم فکر کنم اش گه مارگن سوم فردا میرم دکتر دیگه نمیگید اش ورد مارگن سوم عرض گن خب اگه میخوا میگی، اگه بگیم اش ورد اش ورد مارگن سوم عارض St خب اش گه اش ورد گن اش گه اش ورد گن خواهم رفت اینو وقتی میگیم که شما هنوز زنگ نزدید شما هنوز زنگ نزدید به دکتر هم زنگ نزدید مثلا میرید خونه دوستتون اون دوستتون میبینه ای بابا اینجا یه چیز شده یه ذره مثلا خراش برداشته اینا یا صرفه میکنید مثل من بهتون پیشنهاد میدم برید دکتر فردا شما میگی آها باید برم ایشورد مورگن سوم آرتسکن ایشورد مورگن سوم یعنی چی یعنی 100 درصد نیست یک تا 99 درصده شما زنگ نزدید به دکتر فرانبار نکردید ترمین فر بارن. هنوز هیچ کاری نکردید خب قصدتون اینه برید برابری این قصدی است هنوز 100 درصد نیست معنیش چیه معنیش اینه که این میگید ایش وردگین. حالا اگه من به جای وردگین ایش گیتس سوم آرت اوکی گیت آرت اگه اینم بگید اشکال نداره من بارها گفتم نباید خیلی آنالیز کنیم چون اگه آنالیز زیاد کنیم حالا بذار ببینم من اینجا زیشر هایت در صد درصد هست که بگم اش اشگیه یا نه زیشر هایت مثلا 98 درصده نه نه 99 درصده نه نه 88 و درصد هست بیام بگم اش ورده اینها دیگه افکار بزرگ سالان هست که خیلی زبان رو آنالیز میکنن و میخوان هم، واسه همه چی دلیل داشته باشن توصیه من اینه که شما همین اشکی مورگن سوم آرس اگه بگید هم اونجا حتی اگر فرنگبارن ترمینی هم فصل فس نباشه فست فس لگن فرنگبارن نکردید باشید نکرده باشید میتونید بگید مثلا اشکیه خب حالا کسی نمی میفهمن شما رو به هر حال حالا اگه گفتید اشور دیگه این این پست بسا پست بسا یعنی بهتر میخوره به موقعیت خب پس وردن همیشه 100 درصد نیست حال حال 100 درصد معمولا میدونید مثلا دوستتون میگه آقا فرد پارتیه میای تو شما میگی اوکی ایش ورد کم وقتی میگی اش ورد کم خب قصدی دارید که بیایید حالا ممکن نرید حالا میگی اش کم اش کم فال مثلا صد در هر در هر صورت میام اش کم فال اش کم او فال بنابراین یه زیشر هایتی هست تو حال که تو مثلا آینده یک تا 99 درصد هست و این هم فقط به این خاطر میگم که شما بتونید یه تشخیصی بدید که فرقشون واقعا چی هست فرموتونگ فرموتونگ مثلا یه گمان میبرید یه گمان میبرید که مثلا یه،, یه کاری انجام بشه خب اس ورد خب اش ورده ها اش اروزی واسه اروزی ار و زی میشه ویرد خیلی مهمه ویرد خیلی مهمه ار er, و زی و اس اس و داس یعنی سوم شخص در واقع اس داس دیز اینا همش دیگه سوم شخص هست ویرد میگن ویرد جالبه در واقع باید میشد ور دن باید اینش ای هست میشد ت میگرفت درسته؟ ایش شپرکه ار اون پسره شپ... دیگه نمیگیم شپرکت میگیم شپرشت خب ای تبدیل شد به, به ای این ای تبدیل شد به ای به همین ترتیب ایش وردن هم همین جوریه ایش تبدیل میشه به ای ویرد چون دو و هم آخر کلمه است نمیشه بخونیش این ته هم دیگه از بین میره فقط هیچی نمیگیره در واقع خب آخر انگار اینگار وردن ای انش هست شده اش تبدیل شده به چی؟ به ای خب ار ورد ار ورد ورد زی ورد اس ورد این هم خیلی مهم هست ورد خیلی مهم هست ایش ورده ار زی ورد و ما گفتیم که هر موقع ار ای گرفت تبدیل شد دو دوم شخص به همین ترتیبه مثلا دو شپریشت خب در واقع شپرشن شپرشن ای این شده است گرفته و ایش این ایش تبدیل به ای شده شپرشت بنابراین این هم به همین ترتیبه دو وردن وردن ای این میشه هست میشه می است میگیره و این ای هم تبدیل میشه به ای دو ویردست د و اس و تی هم خیلی بد خونده میشن کنار هم ویردست هم چیزی نمیشه این دیش هم حذف میکنن دو ویرست دو ویرست در واقع وردن واسه دوم شخص که بخواد صرف شه دنش حذف میشه اس میگیره و این ایش تبدیل میشه به ای دو ویرست دو ویرست ار دو ویرست این یه فعل بی قاعده است در واقع در این حالت و اه ولی دوم شخص اگر میبینی همینطور که میبینید سوم شخصش این ای داره اینجاش دوم شخص هم به همین ترتیب این ای مونده با اینکه این, این دیش حذف شده اینجا ولی این ای به حال دوم شخص و مثل اینجا مثلا ارش پریشت دوش پریشت این ای م... میمونه و چون اینجا دی ای نداریم که حذف بشه دیگه است فقط گرفته اینجا دی بوده حذف شده دو ورست همینجوری باید یاد بگیریم ار, ورد. ار ورد اس اس هم خیلی میشنوید اس ورد دس اس خیلی مهم هست دو ورست خب این هم واسه دوم شخصش بود اینا رو باید حالا در دروس آینده واسه شون جمله بسازیم. فعلا گفتن بود تفاوتش یه, مق... یه مقدار از تفاوتش رو با گگن وارد گفتم براتون براتون صرفش رو واسه سوم دو... شخص و دوم شخص که خیلی مهم هست گفتم و تطابقم دادم با این با ارشپریشت دوشپریشت که ت... گفتیم ای ممکن تبدیل بشه به ای در ریشه فعل و سخت دیگه نیست دیگه و گفتیم اگرم نتونستی تفاوت تشخیص بدید حال به ببرید ایش ایشگه ایش خب بگیم مثلا اون سال بعد اون خیلی خوب خیلی خوب آلمانی صحبت میکنه اون پسره er wird nächstes sehr خیلی خوب آلمانی صحبت خواهد کرد یعنی در واقع این یه هفنونگی هست در واقع اینجا اروید نکس سیاخ دوچ هفنونگ هست یه گمانی هست مثلا گمانتون اینه که شما میبینید اون خیلی داره خوب صحبت میکنه الان خیلی تلاش میکنه همیشه دنبال یادگیری هست ویدیو نگاه میکنه، آلمانی به فارسی نگاه میکنه، خب و اه میگید، آها، اه ار ویرد، نکست سیاه زیر گود دوچ برش. ار ویرد بعضی مواقع این ویرد با ویرد که میاد یه تأکیری هم بهش میدیم مثلا، ار ویرد وول 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 یعنی حتما خب، ار ویرد دفینیتیف دفینیتیف یعنی بازم خیلی حتما آف یدن فال، ار ویرد آف یدن فال، دفینیتیف، وول اینا اینا تاکید هست که میاد بعضی مواقع با ورد قاطی میشه واسه آینده خب ار ورد زی وردن شما شما زی وردن خب، اینجا چون نکست هست بهتر مثلا با ورد میگه حالا اگه بگم ار ار شپریش, ار شپریش میتونیم بگیم اینم خب، یعنی دیگه این 100 درصد هست انگار این ف... هفنونگ و فرموتونگ انگار دیگه نداشته باشه صد در صد باشه مثلا وقت میگم ارویرت ویرد نکس سیازر گود بشن اون میبینم اونجا میبینم داره کلاس میره و میگم آها حدسم اینه مثلا یا آرزوم اینه هفنونگ امیدم اینه هفنونگ یعنی امید و... بازم گفتم هر دو رو میشه به کار برد ولی اگر مثلا زمانی در آینده بود سعی کنید مثلا با, و... با وردن بگید خیلی آینده مثلا نکسسیا ها بهتر آینده بی. ولی مثلا میگیم نیکست یا سال بعد نیکست نیکست اس داره اینجا نیکست یا فلیگه ایش ناخ ایران فلیگ ایران یا پرواز میکنم به ایران با هواپیما میرم ایران یا فلیگ ایشناخ ایران یا این دن ایران هم میتونید بگید بچا این دن ایران چون فلیگن یه حرکت داره بنابراین میگیم این بعد از این دم نمی ایران در, در ایران هست ایران آرتیکل داره جالبه در ایران هست خیلی ها نمیدونن البته ایران آرتیکل داره در ایران فلیگ این دن ایران در واقع چون آکوزاتیو هست درش تبدیل میشه به دن خب نمیگین دم چون حرکت داریم میکنیم حالا بگید ناخ این دن هم نگید بگید ناخ ایش فلیگ ناخ ایران نکست سیاق فلیگ ایش ناخ ایران دیگه این مشخصه حتمیه حتمیه نکست سیاق میخواید بید ایران حتمیه صد درصد خب ایش ها به اوکی بیس بیس نیکست وقت چیز